درود بر شما. تو این ویدیو میخوام راجع به شباهت بازار بورس و ماهیگیری با تو صحبت بکنم. با من تو این ویدیو همراه باشید. درود بر شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. من معین صادقیان هستم و توی این کانال راجع به مسائل مختلف از جمله سرمایه گذاری و ایده‌های کسب و کار با تو صحبت میکنم. توی این ویدیو میخوام راجع به شباهت ماهیگیری و سرمایه گذاری تو بازار بورس بهتون بگم. چند تا ویژگی لازمه که یک ماهیگیر داشته باشه تا بتونه ماهیهای خوبی صید کنه. اگر ما ماهیگیر رو سرمایه گذار در نظر بگیریم و اون صید رو سود در نظر بگیریم، حالا در ادامه اون ویژگی ها رو بتونیم. در درجه اول صبر. مهمترین نکته در ماهیگیری و همچنین در بازار سرمایه صبر. موقعی که شما یک فضای مناسب رو در نظر میگیری، تومه مناسب داری، ابزار مناسب داری و قلابت رو میندازی و منتظر میشه که یک ماهی خوب صید بکنی، باید صبور باشی. صبور باشی، منتظر باشی. شما همه شرایط رو فراهم کردی، سرمایه گذاری تو شروع کردی و حالا منتظری که این سرمایه گذاری به ثمر بشینه. موقعی که سرمایه گذاری به ثمر بشینه، شما به هدفت میرسی. هدف ما تو ماهیگیری این زنگوله است. صدای این زنگوله به ما میگه که الان وقت برداشته و اگر دیر عمل بکنیم تمام سود ما از بین میره. اما اگر به موقع عمل بکنیم، ما یک سود بسیار خوب، یک ماهی صید بسیار خوب خواهیم داشت. پس این نکته خیلی مهمیه داخل بازارهای سرمایه و همچنین داخل ماهیگیری. نکته بعدی، جایی که میخوایم ماهیگیری بکنیم بسیار مهمه. بازاری که میخوایم داخلش سرمایه گذاری کنیم خیلی مهمه. اون سهمی که میخوایم بخریم، اون کالایی که میخوایم بخریم بسیار مهمه. اگر ما جای مناسبی قلابمون رو بندازیم، میتونیم ماهی درستی رو برداشت بکنیم، میتونیم صید خوبی رو به دست بیاریم، میتونیم سود خوبی به دست بیاریم. پس مهمه که ما کجا سرمایه گذاری بکنیم، چه توممون رو، چه سرمایه‌مون. نکته بعدی تجهیزات مناسبه. موقعی که شما تجهیزات مناسب نداشته باشی، احتمال اینکه بتونین صید خوبی داشته باشین پایین. اگر تجهیزاتتون مناسب باشه، به همون میزان احتمال در واقع گرفتن صید، گرفتن ماهی میره بالاتر. داخل بازار بورس چطوره؟ شما باید ابزار مناسب داشته باشید. باید یک کارگزاری خوب داشته باشید، اینترنت مناسب داشته باشید، ابزار تحلیلی بلد باشید، از این ابزارها به درستی استفاده کنید تا بتونید یک صید خوب رو شکار بکنید و یک سود خوب رو به دست بیارید. و اما نکته آخری که ارتباط سرمایه گذاری و در واقع ماهیگیری هست، برمیگرده به مهارت شما. شما هر چقدر بیشتر این کار رو انجام بدید، بیشتر ماهیگیری بکنید، مهارتتون میره بالاتر و توی پرتاب‌های بعدی زودتر و راحت‌تر میتونید صید به دست بیارید و ماهی شکار بکنید. در بازارهای مالی هم همینطوره. هرچی شما بیشتر تلاش بکنید، زمان بیشتری بذارید، تجربه بیشتری کسب بکنید، در نتیجه بهتر میتونید در واقع سود کسب بکنید و شانس سودهای بالاتر برای شما بیشتر. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یادتون باشه هر جایی که سرمایه گذاری میکنید باید تفریحاتتون هم به اندازه باشه. اگر تمام تمرکزتون و تمام زندگیتون رو معطوف به سرمایه گذاری بکنید، ممکنه یک سری از فرصت‌ها رو از دست بدید. توی یک ویدیوی دیگه در موردش حتما توضیح خواهم داد. اگر سوالی دارید میتونید در قسمت دیدگاه همین ویدیو بپرسید یا توی اینستاگرام منو همراهی کنید و اونجا از من سوال بپرسید. دوستتون دارم. ان شاءالله همیشه صیدای خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.